47 روزنامه‌نگار از زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران هنوز در زندان به سر میبرند و بعضی هاشون هم با اتهام محاربه در واقع دست به گریبان هستند که بخوان با این اتهام در واقع به دادگاه بروند. ما با یکی از روزنامه‌نگاران کرد که در فرانسه هستند، آقای رحیم رشیدی، از ایشون خواستیم که امروز به روی خط بیایند. اگر آقای رشیدی صدای بنده را میشنوید، من به شما درود میفرستم از واشنگتن دی سی. درود بر شما و از طریق شما به بینندگان عزیز برنامه خوب روی خط و به مهمانان عزیز این برنامه، به ویژه دوست خوبم آقای باسلی. جناب رشیدی، وضعیت حقوق بشر در ایران در این چند روزه در کنفرانس ژنو مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت به طور اخص اقلیت‌های قومی در ایران، اگر بخواید شما یک شمه‌ای به عنوان یک روزنامه‌نگار راه بدهید در 31 سال گذشته، چه وضعیتی بوده است و در واقع این سه روز کنفرانس ژنو چه بررسی در این مورد صورت گرفته؟ اگر من بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم، با یه نقد از گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شروع میکنم که بس از کردارها یا عملکردهای خودسرانه به عمل اومده و به پیش اومده، در حالی که تمام عملکردها و تمام نقض حقوق بشری که در کشور ما در طول 30 سال گذشته صورت گرفته و صورت میگیرد و صورت خواهد گرفت کاملا قانونیه. شما اگر دقت بفرمایید، طبق قوانین اسلامی جمهوری اسلامی ایران میشه دختران 9 ساله را شوهر داد. این به معنای چیه؟ به معنای قانونی کردن تجاوز به بچه ها. و از سوی دیگه قوانین جمهوری اسلامی ایران، آپارتاید مذهبی و جنسی که در طول 30 سال گذشته برپا کرده، حتی میشه فاکتوار اشاره کرد که بدتر و خشنتر از آپارتاید آفریقای جنوبیه. چرا؟ چون اگر شما یک بهایی، یک یهودی یا حتی یه سنی مذهب بودین ولی سفید پوست می بودین و در آپارتاید آفریقای جنوبی قرار می گرفتین، از تمام حقوق شهروندی خودتون برخوردار بودین. ولی امروز شما میتونید یک زن شیعه باشید، وفادار به جمهوری اسلامی ایران و به نظام ولایت فقیهش باشین، ولی منتها از کلی از حقوق اساسی و انسانی خودتون بی بهره این، من جمله نمیتونین هیچ وقت رئیس جمهور بشین طبق قانون اساسی رژیم. و در همین چهارچوب شما تصور بفرمایید که خلقهای تحت ستم در کشور ما در طول 30 سال گذشته و بی ویژه کردها چه جور و ستمی بر اونها روا داشته شده. خواست اساسی و بنیادی اونها در واقع جامعه‌ای بوده که در اون معیارهای حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد گنجانیده شده باشه، جامعه‌ای که آزادی‌های فردی و اجتماعی در اون وجود داشته باشه و دولت نتونه خودسرانه در زندگی شخصی و اجتماعی مردم دخالت بکنه. جناب رشیدی، در مورد فعالین کرد صحبت کردید، اکنون 17 نفر از فعالین کردان چی که به ما گفتن در انتظار اعدام هستند. اتهاماتی که به اینها وارد شده چیست و اقداماتی که در واقع در جامعه جهانی برای آزادی اینها صورت میگیره به کجا رسیده است؟ ببینید، روند دادرسی در کردستان و در سراسر ایران، به ویژه در کردستان، به هیچ وجه یک روند حقوقی و قانونی نیست و نبوده. به دلیل نظامی بودن و میلیتاریسته کردن کردستان و به دلیل اینکه حکومت مدام در طول 30 سال گذشته با عینک‌های کاملا امنیتی و نظامی به کردستان نگریسته است، تمام این روندها در کردستان کاملا یک روند نظامی و امنیتی بلافاصله، با دخالت، با کوچکترین دخالت نهادهای امنیتی و حکومتی که بیشترشون متاسفانه نظامی و امنیتی هستند، بلافاصله تغییر در تصمیم دادگاه‌های رژیم در واقع صورت می‌گیره. هیچ وقت دادگاه‌ها ما می‌دونیم علنی نیست و این اتهامات کلی، مثلا چون اقدام بر علیه امنیت ملی، توهین به رهبری وابسته به احزاب کرد، نمی‌دونم این چیزهای کلی که همیشه ارائه میدن بدون اینکه هیچ وقت ما دیده باشیم که جمهوری اسلامی ایران یا مقامات امنیتی در کردستان یک سندم جهت توجیه این عملکردهای خود یا صادر کردن این رأی‌ها و این تصمیمات در واقع ارائه داده باشن، حداقل برای توجیه این عملکردهای خودشون در کردستان.
شما ببینید اگر ما به چند سال پیش برگردیم، جهت این که جمهوری اسلامی ایران بیاد بسنجه که افکار عمومی یا این فعالیت‌های مدنی و اجتماعی که در کردستان ایران رو به گسترشه، در سال 1375 اومدن برای هیوای بوتیمار که یه فعال محیط زیست و عدنان حسنپور یک روزنامه نگار مستقل و یک فعال حقوق بشر بود، رأی اعدام صادر کردن. بلا فاصله این در ابعاد بین المللی انعکاس بسیار وسیعی داشت و جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی اون به ناچار عقب نشینی کردن و حکم اعدام این عزیزان رو لاغو کردن که کار درستی هم بود. و امروزم این روند بستگی به فعالیت نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی داره، نیاز به اتحاد ایرانیان آزادی خواه داره. به ویژه اگر ما دقت بکنیم که 70% از اعدام‌های سیاسی امروز در کردستان شکل میگیره و حداقل من میتونم سندوار بگم که در 10 سال اخیر، در یه دهه اخیر فقط در کردستان اعدام سیاسی صورت گرفته و صورت میگیره. جناب رشیدی، ما از شما خواهش میکنیم که پشت خط بمانید. آیا خودشون جزئی از جامعه، بخش از حاکمیت عراق هستند و در سرنوشت خودشون دست دارن؟ آیا این پیشرفتی که در چند سال اخیر در عراق صورت گرفته برای اقلیت کرد در ایران تأثیری گذاشته است برای اینکه بخواهند بیشتر به آرمانهای خودشون برسن یا خیر؟ ببینید، من خیلی کوتاه بگم قبل از اینکه کردهای عراق در قدرت سیاسی کشور خودشون در واقع دخالت بکنن و نقش ایفا بکنن، کرد در ایران زمین در سال 1946 یک نهاد دموکراتیک به اسم جمهوری کردستان در مهابات بنیاد نهاده. در رویدادهای، اگر به تاریخ ایران برگردیم و تاریخ ایران زمین رو ورق بزنیم، بعد از شورش مشروطه در سال 1906 در واقع این کردها بودن که نقش بسیار به سزایی ایفا کردن و یار محمد خان کرمانشاهی از آخرین افرادی بودن که در اطراف قزوین از مشروطه جانانه دفاع کردن. در باز شدن فضای سیاسی بعد از رویدادهای افتخارآمیز ملی کردن صنعت نفت در 1950، اینا کردها به نحو احسن استفاده نمودن. ما میدونیم که در انقلاب 1357 هم کردستان کماکان نقش به سزایی ایفا کرد. میخوام بگم که کردها مدام در کشور ما و در ایران بدون استثناء خواستار یک جامعه دموکراتیکی بودند، خواستار تقسیم عادلانه قدرت و ثروت بودند. حالا این اسمشو میذاریم ایالت و ولایتی مثل دوران مشروطه، اسمشو میذاریم مناطق اتونومی یا خودمختاری یا فدرالیسم، هر چی که اسمشو میذاریم. اگر بعد از این روندهای دموکراتیک، این تحولات، باید یک سیستم دموکراتیک، یک حکومت دموکرات منش در کشور ما بنیاد نهاده میشد و بر سر کار میومد و من جمله چنین نشد. چرا؟ چون عموم مردم ایران متاسفانه با یه سیستم دموکراتیک و عدم آگاهی از حقوق شهروندی، حقوق بنیادی شهروندی و حقوق بشر و جامعه‌ای که در اونجا حقوق بشر رعایت بشه، باعث شده که چنین سیستم‌های دیکتاتوری شکل بگیره. بدون استثنا روند روبرشت دموکراسی و نقش همه جانبه و مثبت کردها در عراق هم میتونه به تمام خلقای تحت ستم در کشور ما کمک بکنه که اینها میتونن در بازسازی فردای ایران، در اتحاد و در همبستگی ملی و همه جانبه کشور ما در تمام منطقه نقش ایفا بکنن و بدون رعایت همه جانبه حقوق اونها و دخالت مستقیم اونها به عنوان شهروندان درجه یک در تمام زمینه ها و همان گونه که گفتم تقسیم عادلانه قدرت و ثروت، بدون استثناء ما راه به جایی نخواهیم برد. و من مطمئنم که ایران آینده بدون چنین تصویری و بدون چنین زمینه‌ای آینده چندان خوبی نخواهد داشت. رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار کرد از پاریس، ممنون و متشکرم که امروز با ما بودی. با شما خداحافظی می‌کنیم و برمیگردیم به استودیو شماره 48 صدای آمریکا. امروز مصاحبه‌ای در حالی که با آقای رحیم رشیدی صحبت می‌کردیم، کایرانی که اون زیر شما دیدید اسم احمد رشیدی رو نوشته بود، من عذرخواهی می‌کنم از شما، باید این وسیله تصحیح